و همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در جمهوری اسلامی از ابتدایی که رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله العظمی خمینی رهبری انقلاب آخوندی رو انجام دادن، تصور آخونده این بود که خب حالا قدرت دستشون افتاده، یه مملکت ثروتمندی مثل ایران هم در اختیارشونه و اون مسئله ای که عمری اینها با بدبختی و بیچارگی، نه همشون البته، همین آخونده های معمولی، آخونده آیت الگنده ها که خب در هر زمانی وضعشون خوب بود، توی منازل میشستن و یه عده زیادی هم که پیرو داشتن و اونام به طور بسیار فراوان پول خمس و زکات به جای اینکه مالیات بدن، این مالیات ها صرف مردم بشه، مثل اینجا، اینجا کلیسا مقدس از نظر عده زیادی کسایی که معتقدن، ولی مهمتر از کلیسا و مهمتر از همه مسائل مالیات، مردم میرن مالیات میپردازن و این مالیات خرج خود مردم میشه. شما توی اتوبان یا تو فریوی به قول اینا میرین میبینید مرتبا در حال ساخت فریوه های جدید هستن، فریوه ها رو بزرگتر میکنن، تعمیرات میکنن، خیابون ها رو اسفالت میکنن، پارک میسازن، هزاران کاری که به نفع مردمه از محل همین مالیات ها. در کشورهایی مثل کلیسا یک مقدار زیادی از سوی مردم، کسانی که خیرن، کسانی که اعتقاد دارن، میرن به کلیسا کمک میکنن یا کلیسا تقاضای کمک میکنه و مردم. در آلمان اینطوریه که سهمی از هر حقوق هر آدمی یه مقداری کم میکنن، 2% 1% رو برای کلیسا، مگر اینکه شما برین بگین آقا من دیگه مسیحی نیستم، اون پول قطع میشه، ولی دیگه اجازه ندارید در کلیسا ازدواج بکنید یا مراسمی برگزار بکنید. در اینجا نمیدونم، چون نمیدونم اظهار نظر نمیکنم، ولی این پولا رو دولت، که دولت از کارگران، کارمندان، نمیدونم اینا کم میکنه، اینا رو در اختیار کلیسا میذاره. اینی که کلیساها، به خصوص کلیسای آلمان، کلیسای کاتولیک و پروتستان آلمان، از ثروتمندترین کلیساهای اروپا هستن. حتی بسیاری از کمکهایی که به واتیکان میشه از سوی همین کلیساهای آلمانه. در اینجا من نمیدونم، ولی حتما اینطوری هست که یه مقداری دولت ماهیانه به کلیساها کمک میکنه از محل همین مالیات ها، و در ضمن مردم خودشون داوطلبانه میرن به کلیسا کمک میکنن، نه به یه فرد. در ایران اینطوری نیست، یه آخوندی میاد بالا، میاد بالا، بعد میشه مرجع تقلید، یه عده ازش تقلید میکنن و کار این عده هم اینه که بسیارشون، البته نه همشون، گوش مردم رو میبرن، بعد شروع میکنن گران فروشی کردن، شروع میکنن حقه بازی کردن، اینا برای اینکه در اون دنیا پاسخگو نباشن، به اصطلاح میان یه مقداری پول میدن به این آیت الگنده و دوروری ها، اینا هم این پولا رو میگیرن و خرج میکنن. در ظاهرم این هست که این خرجا رو اینا خرجای دیگه ای دارن، یعنی یه عده طلبه هستن که درس میکنن، اینا خرج اونا رو میدن. اینطوری سابق بود که البته پولی که به این طلبه ها میدادن به قدر اندک و کم بود که اینا همیشه گرسنه و همیشه آرزوی یک شکم سیر و یک زندگی حتی زیر خط فقر داشتن و ازشون اینطوری بود. میدونید که 4-5 نفر توی بیغوله توی اتاق زندگی میکردن که اکثرا بو گن میداد. بگذاریم، من یک بار رفته بودم توی قم و ما قرار بود یه فیلمی تهیه کنیم از برای تلویزیون ملی،
در مورد همین حجره های این طلبه ها بگذاریم که چه زندگی فقیرانه و چقدر کثیف. اتاقای نمور تعداد 3-4 نفر توی زندگی میکردن، اکثرا سر غذا، سر مسائل دیگه ما هم اختلاف داشتن و حالا بگذاریم کلی اتفاقای دیگه که اصلا وارد بحثش نمیشه. خب حالا شما فکر کنید که اینا میدونید که از میون فقیرترین طبقات در دهات ها میومدن ایران، میومدن تهران، مشهد، نمیدونم بروجرد، این جایی که حوزه علمیه داشت. علت این که میگم فقیر به این دلیل که پدران اینا زاره بودن، برزگر بودن، در فقر و بیچارگی پول نداشتن، به اصطلاح زراعت هم چنون بازدهی نداشت که اینا بتونن خرج این بچه ها رو دن. در این حال هم دوست داشتن بچه هاشون تحصیل بکنن. این بود که اینا رو میفرستادن قم یا میفرستادن بروجرد یا میفرستادن نمیدونم مشهد، جاهایی که حوزه علمیه بود، و اینا میرفتن بدون اینکه خانواده بهشون کمک بکنن. در اونجا همین آیت الگنده ها مثلا فرض کنید ماهی 20 تومن، 25 تومن، 30 تومن اون موقع میدادن به اینا و اینا بعد تا آخر برج با این پول سر میکردن. و بعضی اینا میرفتن مثلا سر قبرا قرآن میخوندن یا دعا میخوندن. بعد زمانی که محرم و صفر رو نمیدونم ماه رمضان میشد، برکشون اینا بود. اینا میرفتن با هر سواد کم و اندکم که داشتن، فقط کارشون این بود که میرفتن راجع به صحرای کربلا. اگه این صحرای کربلا نبود، من نمیدونم اینا چجوری میتونستن زندگی کنن و نون بخورن. بی خود نبود که خمینی همیشه میگفت ما باید روزه رو حفظ بکنیم. این گریه هاست میگفت اسلام رو نگه داشته. منظور از اسلام هم آخوندا رو نگه داشته. همیشه خمینی نمیگفت. بگذاریم اینا، حالا شما فکر کنید یه عده آدم گرسنه مترصد اینی که به یک آلافلوفی برسه و دلی از عزا دراره. من شما همه ماها دیده بودیم وقتی که خرج میدادن یه جا حسینیه، مسجدی، جایی، این آخوندهایی که همین طلب ملبه ها میرسیدن به یه قضا چنون هول میزدن و چنون رفتار عجیب غریبی میکردن که همه واقعا حتی آدم های خیلی فقیر که آخون نبودن اینا به اینا نگاه میکردن اینا چرا اینجوری میکنن. حالا شما فکر کنید که آقای خمینی آمد و اون انقلاب شکوهمند آخوندی رو راه انداخت. مردم ما اعتراضاتی داشتن و بسیاری از این اعتراضات هم به حق بود، اما اصلا خانه همچی چیزی نبوده. زمانی که شادروان بختیار اومد، بسیاری از خواسته های مردم میتونست متحقق بشه و 37 روز حکومت بختیار نشون داد که مردم میتونن به آرزوهاشون برسن، اون چیزای ایدئالشون رو بهش دست پیدا کنن و مملکت هم بدون اینکه به این حالت بیچارگی و انقلاب بیفته میتونست راه اصولی و صحیحش رو ببره و زندگی ما الان شاید یه چیز دیگری بود. اما آخوندا، شخص خمینی میگفت نه، باید همه چی از بین بره، باید یک حکومت اسلامی بیاد. در این حکومت اسلامی، گفتم روز سه‌شنبه، همه خواسته های ملت در این حکومت مستطره. آزادی هست، دزدی نیست، فساد نیست، وابستگی نیست و مردم در کمال آرامش و در کمال صحت و در یک حکومت آزاد میتونن زندگی کنن. خمینی اینا رو میگفت، در نفل شاتو هم میگفت، اوائلی هم که اومد در ایران میگفت. نمیدیدی رفت بهشت زهرا، گفت اینجا رو آباد کردن، یعنی بهشت زهرا رو، شهرها رو خراب کردن. بعد اومد قرار شد که اونجا رو خراب کنه، شهرها رو آباد کنه.
هم اونجا رو خراب کرد هم شهرها رو. هی گفت مستضعف بلایی سر مملکت آورد که اکثریت مردم رو مستضعف کرد. یک موقع میگفت مستضعف، مستکبر و مستضعف، از این لغات که عربی که چپوندن توی فارسی، ولی کاری کردن که همه مردم ما مستضعف شده. یه گزارش دارم واجه معلم ها، اکثر معلم های مملکت ما زیر خط فقر، پایین تر از خط فقر زندگی میکنن با حقوقایی که اصلا قابل درک نیست. آمدن جلوی مجلس، رفتن در بسیاری از شهرها جلو استانداری و تظاهرات کردن، ریختن، کتکشون زدن، نمیدونم عدهشون دستگیر کردن. میگن آقا ما نمیتونیم با این حقوق زندگی کنیم، خانواده ما گرسنن، ما معلمیم، این بچه ها زیر دست ما باید بزرگشن، ما باید به این بچه ها وطن پرستی و عشق به وطن رو یاد بدیم. خب وقتی ما خودمون در فقر و بیچارگی هستیم، چی میتونیم به این بچه ها یاد بدیم؟ بگذاریم، معلم باید سر کلاس چرت بزنه، چون علاوه بر کار معلمیش باید 5 تا کار دیگه هم بکنه، رانندگی بکنه، نمیدونم بره شاید بنایی هم بکنه، نمیدونم. اینطور استادان دانشگاه ما که تازه وضعشون خوب نیست، چه برسه معلم ها دیگه. کارگران شرکت واحد فریادشون حواست، برای اینکه حقوقاشون کمه. همه، حالا من امروز یکی دوتا فیلم هم براتون نشون میدم ببینید چه خبر. بگذاریم، اینا اومدن قدرت گرفتن در دستشون و سعی کردن که یواش یواش دهن همه رو ببندن و همه رو خفه کنن. روزنامه ها رو بستن، رادیو تلویزیون رو در اختیار گرفتن، جیکش در مورد اینکه مردم چجوری زندگی میکنن. شما هیچ وقت از این رادیو و تلویزیون و صدا و سیمای منحوس اینا نمیشنوید، همش تعریف از مقام معظم رهبری یا قبلا هم که رهبر کبیر انقلاب و همین اراجیفی که در تلویزیون ها میشنوید آخوندا که شلوارتون رو نشسته بپوشید، چون اگه وایساده بپوشید نمیدونم ممکنه به بیماری های سخت گرفتار بشید. پریروز براتون نشون دادم اگر شما شهوت یه زنی رو که شوهرش نبود یا یه مردی که زنش نبود شهوت او رو گرفت، برین سعی کنید کاهو بخورید با سرکه انگور عسکری در قرن 21 ببینید چه چیزایی اینا میگن، یا انواع اقسام مزخرفات و حرفایی که واقعا اصلا آدم باور نمیکنه، باور نمیکنه که اینا حرفا رو چی میگه. چه کسایی اینا رو جمع میکنن؟ جوانای ما. چه جوری جمع میکنن؟ بدبختی آخوندای ما اینه که با نوار اومدن در زمان خمینی، حالا زمانی شده که به شما میگن آقا پنجمین رئیس جمهور آمریکا کیه؟ شما در دعات ایران هم زندگی میکنی، فوری میزنید تو گوگل نگاه میکنید میگین اینه. خاندانایی که بر ایران حکومت کردن فرض کنید کیا بودن، میزنید تو گوگل پیدا میکنید. تمام این سوالاتی که شما در مغزتون هست میتونید بزنید توی همین تلفن‌های دستیتون که اینترنت داره پیدا کنید. میخواین برید توی شهری هیچ جای رو بلد نیستین، آدرس رو میزنید با اتومبیلتون اگر داشته باشین میرید. میخوام براتون بگم که همه چیز در دسترس. یک چیز، یک کهکشانه اینترنت، در حقیقت یک کهکشانه، هر چی بخواین توش هست و گنجایش رو داره. خب در این حال یه چیزای دیگه هم اومده، فیسبوک اومده، اینا همش تو اینترنت دیگه، توییتر اومده، نمیدونم یوتیوب اومده، تلگرام اومده، ده اینستاگرام و ده ها از این سایت ها. خب و بسیاری از مطالب تو اینا هست. بچه ها میتونن برای همدیگه پیام بدن، میتونن یه خبری رو تفسیر کنن به آگاهی همدیگه برسونن، میتونن دزدی ها رو رو کنن جوونا، میتونن این اراجیف رو بیارن برای همدیگه بفرستن. یعنی چنون وسیع این به اصطلاح این چیزهای مجازی که اصلا حیرت آوره. آخوندا تمام توانشون رو به کار بردن، روزنامه ها رو بستن، رادیو ها رو بستن، ریختن مردم رو گرفتن، نمیدونم جلوی فعالیت های مردم توی خونه ها رو گرفتن، مهمونی ها رو به هم زدن، ولی یه کاری رو نتونستن بکنن و اون اینه
که نتونستن جلوی فعالیت‌های مجازی رو بگیرن، یعنی نتونستن جلوی توییتر و اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا رو بگیرن و این کلافه‌شون کرده، چون بچه‌ها مرتب برای هم دیگه پیام میفرستن، مرتب خبر رد و بدل میکنن و مرتب آبروی نداشته این رژیم بیشتر و بیشتر میبرن. رئیس قوه قضاییه دزدی میکنه، 63 تا حساب داره، مقدار دزدیش رو میشه یه مقدار، بچه‌ها شروع میکنن کار کردن. در عرض یک ساعت سراسر ایران و دنیا میفهمن که قاضی القضات جمهوری اسلامی یک دزد به تمام معنیه، از رهبر گرفته تا اون پایین، اینا در برابر این وسیله عمومی بلا دفاع هستن. هر کاری کردن، میلیارد ها هم خرج کردن که جلوی مردم رو بگیرن، نتونستن. یه موقع بود جلوی ما رو با پارازیت خواستن بگیرن، پارازیت دادن مردم، عده زیادی سرطان گرفتن از این پارازیت های قوی که روی ماهواره ها دادن. حالا دیگه ماهواره هم اثر، مردم روی این چیزا میرن، روی این سایت ها میرن، برای روی چیزهای مجازی برای همین خبر رد و بدل میکنه. حالا تمام حکومت جمع شدن مرتب راجع به فحشا، راجع به بدآموزی، راجع به اینکه چجوری باید جلوی این دستگاه رو گرفت که این بچه‌ها و جوان‌ها نتونن اینطوری با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، دارن فعالیت میکنن. از اون آیت گنده شکردزد مکارم شیرازی گرفته تا اون احمد اعلم الهدای دزد که در مشهد خودش و دامادش دیگه همه جاره گرفتن، تا بقیه آخوندا، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته که هر هفته 13 تا 14 هزار شبکه به علت ارتکاب جرم در ایران فیلتر می شود. منتظری افزوده که متاسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده. اینا میدونید که تا یه جریانی میشه چش و گوش مردم بیشتر باز میشه، بچه ها و جوان های ما میرن راهی پیدا میکنن که از این خفقان خبری و خفقانی که تو مملکت هست آزاد بشن، اینا زود میگن دشمن. یعنی یکی نیست از اینا بپرسه آخه شما پس بی ارزه ترین حکومت دنیایین، 37 سال زدین، کشتین، اعدام کردین، شکنجه دادین، لشکرهای متفاوت برای سرکوب مردم به وجود آوردید، چاقوکش درست کردید به اسم حزب الله، انصار حزب الله، شما که قدر قدرت منطقه هستید و در تمام کشورها انگولک میکنید، موشک میفرستید، آدمکش میفرستید، این کارا رو میکنین، پس ارزه نداری جلوی این دشمنی بگیری که حملش پره. دانشمندا رو میکشن میگن اسرائیلی اومدن اینا رو کشت، بعدن حالا معلوم شده که خودشون این کارا رو کرد. توی صحنه امام رضا، مقدس ترین امامزادهشون، امامشون، بمب میذارن میگن کار دشمن بود، بعد معلوم میشه خودشون بودن. بعد آقای هاشمی رفسنجانی و همین دوزای دیگه که با اینا اختلاف پیدا کردن میان میگن نه آقا خود اینا بودن، میرن کشیشا رو میکشن، 4-5 نفر میارن، اینا میگن ما کشتیم، بعدا معلوم شه خودشون کشتن. اینا رو دیگه ما نمیگیم که، اینا رو آقای خزعلی گفته، اینا رو عده زیاد میرن پسر امام رو، امام کبیر رو، پسرش رو میکشن. چرا؟ برای اینکه داشته فضولی میکرده تو نفر بعدی، یعنی مقام معظم روزخانه بزرگ، رهبر داعش که من میگم، اون به دستور او، کسی که سینما رکس گفت آتیش بزنیم بکشین، اب نداره، 400-500 نفر توشن، اب نداره، در راه اسلام فدا بشن، اب نداره، مردم تحریک میشن. حالا گفتم معاون قوه قضاییه گفته فتنه جدید با پوشش فساد شروع شده. حمید شهریاری معاون قوه قضاییه گفته که فتنه جدیدی با شعار و پوشش فساد شروع شد. شهریاری در گفتگو با خبرگزاری میزان توضیح داده
که دشمنان انقلاب اسلامی میخواهند فساد را در ذهن مردم طوری جلوه دهند که انواع آن در تمام رده‌های مسئولان وجود دارد و در همه سردمداران نظام جاری است. دزدی کردن، قاضی القضات پولای مردم بالا کشیده، بهره‌هاشون رو 63 حساب داره، رو شده، همه فهمیدن، میلیارد میلیارد همینطور مرتب دزدیدن، خودشون هم دیگر لو دادن، اینا رو گرفتن، شهرداری دزدی کرده، یقشو گرفتن، مالوندن پرونده رو، همشون، همشون. حالا هم که یه چیز در اومده در خارج از کشور، من حالا یه روز میارم تو برنامه نشون میرم، ثروتمندترین زمامداران دنیا آقای مقام معظم رهبری با 95 میلیارد دلار در رأس همه ایناست، بقیه همه پایینه. تازه نفر بعدی اختلافش با ایشون حدود 40 میلیارده. من ندادم اینا رو، گزارش خارجی، همش هم مستنده. اینا از این میگه که اینا هی فساد رو دارن گنده میکنن، منظور یارو اینه، فساد رو دارن گنده میکنن که نظام ما رو لکه‌دار کنه. لک همه نظام رو گرفته، این میگه لکه‌دار کنه. خودشون میان یه حرفا رو میزنن. بعد حالا علم الهدا گفته میخواهند علیه رهبر اردوکشی کنن. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی گفت دشمنان قصد ایجاد دو قطبی در ایران را دارند تا از این طریق علیه رهبر اردوکشی کنند و بحث کنسرت و فحشا رواج پیدا کنند. میبینید چی میگه؟ اصلا هیچ دخلی نداره به قول همشهری های ما. وسط دعوا نرخ طی میکنه، میگه که اینا دارن این کارا رو میکنن، اردوکشی کنن بر علیه رهبر، بگن فساد زیاده، بگن نمیدونم کسی که نزدیک رهبر بوده به 11 تا بچه تجاوز کرد، اینا همش میگه داستانه برای اینکه رهبر خراب کنه، اردوکشی کنه، برای اینکه دو قطبی کنه مملکت رو، که در نتیجه که این کارا رو که کردن اجازه پیدا کنن کنسرت بذارن، فحشا زیاد بشه. ولی یکی نیست از این مرده که آخوند عقب افتاده بپرسه، بگه این فحشا از زمانی که حکومت آقا امام زمان در ایران مستقر شد چرا اینقدر زیاد شده؟ ما کی در تاریخ ایران داشتیم که یه مردی بشینه تو خونه از بچه‌هاش نگهداری کنه، زنش بره تنفروشی کنه؟ کجای تاریخ ما اینو داشتیم با اون غیرت مرد ایرانی؟ یا یه مرد بشینه تو خونه به دخترش بگه برو تنفروشی کن، یا دخترای ایرانی برن تو این کشورهای عربی یا برن تو ترکیه یا جای دیگه تنفروشی کنن؟ کجا ما تاریخمون این سابقه رو داشته؟ اینا در اثر چیه؟ در اثر فشارهایی که شما رو مملکت ما آوردید، رو جوانای ما آوردید، همه راه ها رو بستید، چسبیدید به، حالا برای اینکه من تنها صحبت نکنم یه فیلمی براتون پخش میکنم، یه آخوند از خود اینا، ببینید راجع به دروغ چی میگه. من که نمیگم، اینو یه آخوند دیگه میگه، گوش کن. ما داره دروغ گفته میشه و دروغ بیچاره میکنه یه جامعه رو، دروغ جهنم تاریکیه، ولی متاسفانه تو جامعه ما شده جزء عادی ترین مسائل. چرا دروغ میگی؟ چی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگی؟ تو بازار میری دروغ میگن، تلویزیون رو وا میکنی دروغ میگه، روزنامه میخونی دروغ میگه. میشه بگید این همه دروغ توی این مملکت چیکار میکنه؟ آقا رو بردن پشت تلویزیون، ما یارانه انصراف میدیم، برو خجالت بکش. تو چند میلیارد وام 4% گرفتی؟ دروغ تو چقدر پول بیت المال مردم خوردی؟ پول در پارو بالا میره از وامی که از بیت المال مردم گرفت، کلی جوان موندن برای 2 میلیون وام نگرفتن، تو میلیاردی وام گرفتی. اومدی میگه انصراف میدم، یارانه خجالت نمیکشن اینا؟ با وزیر مصاحبه کن، من یارانه نمیگیرم. نه بیا بگی، میشه بگی حقوقت چقدره؟ میشه حقوقی تو آقای وزیر میشه نشون بدی؟ میشه بگی آقازادت تو کدوم کشور خارجی درس میخونه؟ میشه بگی تابعیت کجا رو داری؟ خجالت نمیکشن اینا انقدر دروغ میگن؟ صبح تا شب کارگر به من زنگ زده، حاجی آقا شرعن اشکال نداره بگی، دو تا قبض آب و برق برات میاد بهت میگم چه خبر میشه. چرا دروغ میگن اینا انقدر؟ طرف تو قم نشسته میگه نصف مردم نیاز ندارن یارانه، تو با مردمی هستی؟
مجلسی که تصویب کرده 600 هزار تومان حقوق کارگرو غلط میکنه میگه انصراف بدید از خود نماینده‌هاش با حقوق میلیونی دارن یارانه میگیرن. چرا انقدر دروغ میگن به مردم؟ آدم خجالت میکشه بگه این صدا سیما ایران. یه هفته از تلویزیون ما داره دروغ میگه راجع به یارانه. چرا دروغ میگید به مردم؟ غلط میکنن دروغ میگن. غلط میکنن دروغ میگن. وزیر آورده میگه انصراف میدم، تو غلط میکنی. چرا دروغ میگی به مردم؟ 240 هزار تا شهید ندادیم دروغ بشنویم از تلویزیون. رفته با کارخونه دار صحبت میکنه. کارخونه دار چقدر وام گرفته؟ قصه‌ش عقبه. این بدهکاری بانکی که ما داریم پدر اقتصاد ما رو درآورده. چند نفرن بدهیشون رو ندادن؟ 30 نفرن اون کلانی که پولای میلیاردی گرفتن ندادن. جوانای ما واسه 2 میلیون وام گرفتارن. اونایی که میلیاردی وام گرفتن نمیرن قسط بدن. چند نفرن اونا؟ بری آقا اونا رو بگیر. خیلی تو جامعه ما داره دروغ گفته میشه. کوروش کبیر مال 2500 سال پیشه. نمیشه خدا مملکت من از دروغ حفظ کن. ملاحظه فرمودید، اینو من نمیگم که، اینو یه آخوند از خودشون میگه، عمامه داره، درس طلبگی خونده، تو مملکت داره راه میره. حالا عماد افروق استاد دانشگاه، این وکیل مجلس بوده چندین دوره، از کسانیست که مورد اعتماد همه هست توی جمهوری اسلامی، نماینده پیشین مجلس، میگه نباید به افرادی که ریاکارانه و به اسم انقلاب باعث بی‌اعتمادی مردم شدن بی‌اعتنا بود و این افراد به دلیل نفاق موجب ترویج مظاهر غربی در ایران شدند. افروغ افزود آنها که ریاکارانه آمدند و دیگر کار از نفوذ هم گذشته است و به اسم انقلاب باعث بی‌اعتمادی شدند، آنها را نفوذ نمی‌نامید. درد اینجاست. به گفته وی مکاتب بیگانه با فرهنگ و تاریخ و انقلاب ما در فرازهای موفق نبودند که ما با انقلاب بازی نمی کردیم. ما از صمیم قلب با انقلاب بودیم. اما چه زمانی باید از نفوذ بترسیم؟ زمانی که عده‌ای ملتزم نیستند. سوری ملتزم هستند. توجه کردید؟ میگه دیگه از این واضح‌تر میخوان. میگه دنبال دشمنی را نگردیم. اینایی که میگن ما انقلابی هستیم ظاهرشون انقلابی هستن و همه اینا، حالا طولانیه، همه اینا کسانی هستن که کارایی کردن که به انقلاب لطمه زده. حالا ما دنبال دشمنیم. حالا یه چیز دیگه براتون بخونم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه با تأکید بر اینکه جوانان در خطر زیادی هستند، افزود که فضای مجازی منجلاب‌های بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان. یکی نیست از این مردک بپرسه زمانی که گند کار این آقای طوسی درآمد، تو مردک چرا یه اعلامیه ندادی؟ در حالی که به قول شما این آدم معلم مقدس در این چیز اسلامه، یعنی قرآن، خفه شده بود. چرا زمانی که به تو میگن در زندان‌های ایران به زنا تجاوز میشه تو خفه شدی؟ تو و همه اون آخوند گنده ها میگن میریزن تو خونه ها آدم ها رو میکشن، از جمله فروهرها، از جمله نویسندگان، بسیار از این جنایت ها، چرا شما یک کلمه حرف نزدی؟ در کهریزک به بچه ها تجاوز کردن کشتن، چرا خفه بودین؟ چرا راجع به این آقای سعید مرتضوی هیچ کدومتون اظهار نظر نمی کنی؟ برای اینکه دزدین، برای اینکه خودتون تو دزدی ها سهم دارین. نگاه کنید دانش آموزان مملکت ما، ببینید در چه شرایطی زندگی میکنن. مردم جمع شدن، پول دادن، یه مدرسه رو ساختن. خب دولت فقط باید میومده این مدرسه رو گرم میکرده تا دانش آموزا بتونن توی محیط گرم تحصیل کنن تو سرما. نگاه کنین این فیلمو. من نمیدونم آدم بعد از دیدن این فیلم راجع به جمهوری اسلامی چی باید بگه. فقط شما نگاه کنین. این تصاویر که میبینید از مدرسه ایست که مشکل گرمایشی دارد. سردته؟ مریضم شدی؟ چرا؟ هوا سرده، بخاری ها گاز وصل نیست. چرا پتو به خودت پیچیدی؟ چون سرده. بخاری من این نداری کلاستون؟ داره ولی کار نمی کنه. همکلاسیت کجا؟ مریض شده خونه شما. چند وقت اینطوری میای سر کلاس با پتو خونه؟ دو ماه. چرا بقیه همکلاسیات نمیدن کلاس؟
مریضم. اولیای دانش آموزان هم از پیگیری نکردن مسئولان گله دارن. چند تا بچه‌تون اینجا؟ دو تا. بچه‌تون از گرمایش مدرسه چی میگه؟ فقط سردشون پتو و خودشون میبرن. یه خیر اومد اینجا 700 میلیون خرج کرده. اینا یه گاز نمیتونن بکشن. به بچه‌ها میگه پتو برداریم بیاریم مدرسه، بکشین رو پاهاتون. خودم دو سه بار زنگ زدم به آموزش پرورش. کدام میایم؟ حتی یکی دو روزم کلاس‌ها رو تعطیل کردن. یکی دو روزم کلاس‌ها رو صبح تعطیل کردن. بچه‌ها سردشون بود. چیکارش کنم دیگه؟ هر چی بهشون میگی میگی درست میمونه. یکی از معلمان مدرسه که حاضر به مصاحبه شد از غیبت طولانی دانش آموزان به علت بیماری خبر داد. منم درس رو نمیتونم بدم به لحاظ اینکه ما بچه‌ها نیستن توی مدرسه، نیستن. همه روزه من چندین نفر تا 8 نفر من غایبی داشتم. به علاوه اینکه میان با نسخه‌های با هزینه‌های گران، همیشه 100 هزار تومان اولیاشو میان شکایت میکنن که 100 تومان هزینه دوا درمان بچه‌ها شده. ولی با توجه به این شرایط هنوز ما وسیله گرمایشی، یه مدرسه نو نیسته. مدرسه نو ساز هست ولی شوفاژ بندی هم شده، ولی ظاهرا مثل اینکه توی اداره گاز مشکل نصب گاز و این کارا هست که مسئولین تا الان با اینکه این مدرسه خیرساز 3 ماه از افتتاح اون گذشته و پیمانکار اون به شرط تحویل وسایل گرمایشی به خیر تحویل داده، ولی هنوز از پیگیری مسئولین خبری نیست. تاجیک نوری، خبرگزاری صدا و سیما، پیشوا. مرسی فرمودید این فیلم مال صدا و سیماست. حالا چرا اینا این کار کردن؟ اینا با آقای حسن روحانی، چون مقام معظم روزخانه بزرگ چپ افتاده، اینا دارن افشاگری میکنن که ببینید این در زمان حسن روحانی چه گنگکاریایی در مدارس و فرهنگ وجود داره، ولی در حقیقت نمیدونن این توف سربالاست. این برمیگرده به اون حکومت اسلامی خودشون، چه این ور چه اون ور، که هر دوشون یکی هن بقیده من. اینا فرق نمیکنه، دارن فقط این بازی‌ها رو میکنن که رول اپوزیسیون رو بازی کنن. گفتم هفته پیش که ایران تنها کشوریه که جالبه که رهبرش همه کارهای مملکت دخالت میکنه، در ضمن رهبر اپوزیسیون هم هست. رئیس جمهور همه کارها زیر دستشه، در ضمن انتقاد میکنه از اوضاع. این میندازه گردن اون، اون میندازه گردن اون. بل به شوی عجیبیه که بازم ادامه. ولی یه خبر جالب دیگه بهتون بدم. فیلد مارشال نقدی که من یادتونه چند وقت سه ماه قبل راجع به عوض شدنی صحبت کردم، بالاخره طبق فرمان مقام معظم رهبری انداختنش تو زباله‌دان تاریخ. به ایشون رفت شده سمت جدیدش معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، یعنی هیچ. چون دیده بودین که دیگه همیشه راجع به همه مسائل فضولی میکرد، اظهار نظر میکرد راجع به سیاست خارجی، راجع به نفت، راجع به برجام، راجع به همه چی. دیدن دیگه نمیشه اینو کنترلش بکنن، حالا سنگقلابش کردن یه جای دیگه. جانشین اینا غلام حسین غیب پرور شده که از این جنایتکارتره، که ایشون همین غیب پرور گفته که پس از کشته شدن حسین همدانی در سوریه، فرماندهی قرارگاه امام حسین را بر عهده داشت و پیش از این نیز فرمانده سپاه فجر در فارس بود. او در سال 91 خطاب به کسانی که خواص فریب خورده نامیده بود گفته بود که برای بازگشت به نظام باید همچون هر پوتین های خود را برگردن نهاده و بگوین غلط کرده ایم. رئیس جدید سازمان بسیج در سال 93 زمانی که فرماندهی سپاه فجر استان فارس را بر عهده داشت نیز میر حسین موسوی، مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را نجس سیاسی خوانده و گفته بود این سه نفر بدون ابراز پشیمانی تطهیر نخواهند شد. یعنی همینانی گرامی فرق نمی کنه دیگه، اون رفته این اومد. همه ی جنایتکارا زیر دست مقام معظم رهبری هستن و جنایتکارا رو این ور اون ور میکنه، عوض میکنه. یک دونه از اینا پروندهشون بهتر از اون یکی نیست.